دوستان گرانقدر به درس روز 33 برنامه کویک بوکس خوش آمدید. دیروز ما شما روی ایجاد کردن یا جور کردن انوایس به اساس استیمیت و سلادر صحبت کردیم. چه قسم ما شما به اساس سلادر و به اساس استیمیت ما شما به مشتری خود انوایس جور میکنیم؟ امروز ما شما روی ازی صحبت میکنیم که چه قسم ما میتونیم بدون استیمیت یا بدون سلادر به یک مشتری خود انوایس جور کنیم. مثلا یک مشتری میای برای ما شما که نه از پیش ما کوتیشن برده و نه هم برای ما پرچیز آرڈر کرده، یعنی به این مانا که ما سلادر از او رو در برنامه کویک بوکس نرسوندیم، نه استیمیت یا کوتیشن از او ده. آلی آمده یک جنس پرسان کرد که مثلا اینی کمپیوتری کورای 7 جنریشن 10 ای به چند است؟ قیمتش از پیش ما پرسان کرد، ما گفتیم که بیادر 2000 دلار و برایم گفت که بیادر اینی رو من کار دارم و به طبیعت ما است، قیمتش هم مناسب است، یک انوایس زیر جور کو بلش برای ما بده که بیادر پولیش پرداخت کنم برد، ما پشت کار خود برم، تو پشت کار خود برم. پس در تو حالت ما شما انوایس که جور میکنیم یعنی به اساس استیمیت و سلادر نیست، یک نیو انوایس فرام سکرچ جور میکنیم. ما میایم چی میکنم؟ روی کریت انوایس کلیک کردم. روی کریت انوایس که کلیک کردی، اگر انوایس تو به مشتریایی که قبلا با خودت ثبت است برازو جور میکنی، روی اون نامش کلیک کن و اگر ناو یک مشتری جدید میه میتونه که تا اینجا نام زوره درج کنی. ما میگم نه، اینی مشتری که به نام علی احمد است، ای آمد دید که بیادر یک کمپیوتر خوشش آمد، گفت بیادر برای ما انوایس جور کو از امی بل از کمپیوتر برای ما بده که پولیش پرداخت کنم. باز وقتی که ما نام مشتری رو انتخاب کردم، دیجا برای ما میگه که بیادر تو ده هیستری اینمی مشتری یک استیمیت داری، میخوای به اساس اونمو استیمیت شما برای ازو یک انوایس جور کنی؟ ما میگم نه، ایده ما کنسل میکنم. وقتی که کنسل کلیک کردم، به این معنی که نه به اساس استیمیت و نه به اساس سلادر ما برای مشتری خود انوایس جور میکنم، یک انوایس جور میکنم فرام سکرچ بیخی ناو. خب تاریخی که شما انوایس جور میکنید او را مشخص کنم. مثلا تاریخ 22 این مشتری آمد، ما برش یک چیز را خوش کرد، انوایس جور میکنم. انوایس نمبر 2 است که به مشتری ما انوایس جور میکنم، نمبر 2 است. خب این به اساس کدام پرچیز آرڈر نشده، کدام پیمنت ترمز ما قد ازو مشخص نکردیم، دیگه معلوماتش نیست، فقط می مستقیم در اینجا آیتم انتخاب میکنم، میگم بر ازو ما یک تی وی هارد دیسک انوایس جور کردیم، درسته؟ و به مو شکل 64 جی بی یو اس بی دیسک کوانتیتیش میگم که ازی یک دن ازی گرفت و یک دنم ازی گرفت. خوشش آمد. قیمتایش هم توتالش هم برای ما اینجا نشان میده که یک 3500 است، دیگه 1600 است و توتالش میشه 5100 افغانی. چون این مشتری ما که است مشتری داخلی است، کرنسی ازی که است با هم کرنسی ما شما یکسان است، به مخاطر اکسچنج ریت ازی کار نمی کنه. اگر این مشتری خارجی ما شما باشه و کرنسی ازی که است فارین کرنسی باشه، طبعا اینجا ای کمان که است فعال بشه، شما میتونید اکسچنج ریت فارین کرنسی را با هم کرنسی شما در اینجا ذکر کنین. بعد از او اگر کدام کامنت شما به مشتری خود یا کدام مسیج نوشته میکنین، مثلا please remit to above address یا thank you for your business، ایر انتخاب کردم. بعد از او چی میکنیم؟ ما اگر میخواستین انوایس پرینت کنین، یک دفعه بیاین در پریویو که دیدین شما، بعد از او یک پرینت بگین، انوایس برای زیو بتین و سیو این کلوز کلیک کنین. وقتی که سیو این کلوز کلیک کردین، بعد از او شما ببینین در هیستری اینمی مشتری ما شما تقریبا 56100 افغانی دیگه مکمل بیلنس ازی چقدر شد؟ 56100 افغانی. بخاطر ازی که ما بر ازی دو دانه انوایس جور کردیم، یک انوایس که است از 51000 افغانی است، دیگه انوایس که است 5100 افغانی، هر دویش که یک جای شد چقدر میشه؟ 56100 افغانی میشه. و بموش خاطر اینجا برای ما نشان میده که توتال بیلنسی که ما سر ازو پول قرض داریم 56100 افغانی است. اگر ما بیایم در کمپانی سناپ شات کلیک کنیم، در اینجا هم برای ما نشان میده که بیادر توتال اکاونت ریسیویبل ما شما که هستن به افغانی چقدر است؟ 56100 افغانی. و اگر به اساس مشتری ببینیم در هیستری علی احمد، ما بیایم در اینجا برای ما نشان میده که 51100 افغانی ما شما بالای 56100 افغانی بالای علی احمد قرض داریم. و اگر شما بیاین در ریپورت که بیاین در قسمت در کاستومر ریسیویبل
the account receivable aging summary رو کلیک کنین یا customer balance summary رو شما کلیک کنین. در اینجا برای ما نشان میده که بالای کدام مشتری ما چقدر پول قرض داریم. بالای علی احمد ما 56100 افغانی قرض داریم و بالای امید خان که است 25496.98.55 افغانی قرض داریم. و اگر شما بیاین در ریپورت در اینجا در اینوینتری شما بیاین و روی فیزیکلی اینوینتری ورکشیت شما کلیکین، در اینجا برای ما اینوینتری ما کم شده، 5 دانه بود، یک دانه زیر فروختیم، چقدر مانده؟ 4 دانه زیر مانده. پس وقتی که ما شما اینوایس جور میکنیم هم اینوینتری ما شما کم میشه و هم اکاونت ریسیوبل ما شما، پولی که بالای مشتری ما شما داریم او هم چه میشه؟ اضافه میشه. دیگه دوستا ای بود طریقه جور کردن اینوایس from scratch، یعنی نه به اساس استیمیت و هم نه به اساس سیل آردر.